الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت یکایک که شما حسینیان محترم و عرض تسلیت به ساعت مقدس آقا و مولامون حضرت بقیت الله و عرض تسلیت به مناسبت ایام عاشورای حسینی و ایام سوگواری و ایام اسارت خاندان سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم که در برگزاری و اقامه عزای امام حسین علیه السلام و شعائرش موفق و مؤید باشین. از باب تعظیم و تکریم مقام شامخ سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پای سفره عشق نشستیم و دل و جان به نوای غمگین و محزون عمه سادات که با دستی بسته به خیال خیش دشمن او را به این شهر و آن شهر می برد نشسته ایم تا با او بسوزیم و انشاءالله مایه فرج و ظهور حضرت بقیت الله باشه. دو نوکر و دو بلبل آستان حسینی در دو نسل، یکی پیر غلام و یکی در سن جوانی، نوکری میکنن در این شبها. الحمدلله امشب هم در خدمت هر دو بزرگوار هستیم و خدا رو بابت این نعمت شکرگزاریم. جناب جسخرهای فتایی عزیزمون استاد گرانقدر از کاشان هستند و خب این چند شبه هم آغازگر مجلس با یاد محتشم کاشانی بود و خب به تعبیری ایشان هم در این برنامه ها با ما شریک بودن که انشاءالله روح بلند محتشم کاشانی هم از برنامه فیض کامل و اکمل رو ببره و از طرفی با اون مقامی که داره دعاگوی تک تک ما باشه. آجلی های پاکدامن رو هم که میشناسید ناماشنا هستند و کبوتر آستان آقا علی ابن موسی رضا است که در تمام این شبها بوی امام رضا رو برای ما توی مجلس همراه می آوردن و خدا رو شکر از آنجایی که امام رضا خودشون سیاهی می کوبیند و مجلس عزا برپا می کنند نوکرهای خودشون رو هم خودشون می گمارند تا برای جد غریبشون روزخانی بشه که بابت این هم خدا رو شاکر هستیم. بر هر دو بزرگوار سلام قبول باشه عزاداری هاتون و انشاءالله که شما هم جزء مدعان و نوه خانه و روزخانه های زمان ظهور باشید. این شما و این هم بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام، عرض ادب و احترام به ساعت مقدس حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و همه اون کسانی که از این پنجره خونین نگاه حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها گاهی چشمشون حیران گنبد و بارگاه ابا عبدالله الحسین و گاهی هم حیران کفیل حضرت زینب حضرت ابوالفضل. خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امشب هم اجازه بدن به همون انشاءالله نوکری کنیم توی روزی که امروز با جسخر آقا میگفتم که یکی از سادات بن زهرا که عجیب هست در حال پای همین باب قاضی الحاجات دیدمش، پیرمرد از علما این عصا رو کوبون زمین و یک جمله گفت که به مراتب امروز عزایش جانسوستر و سختتر از دیروز است و باید امروز خیلی بیشتر از دیروز گریه کرد. امروز عجیب برای حضرت زینب بوده و فکر نمی کنم کسی جز امام زمان بتونه درک این مصیبت رو کنه. انشاءالله که به ما هم یه ذره بچشونن بتونیم عرض ادب کنیم. یا علی مدر السلام علیکم یا صاحب الزمان، سلام و درود بر آقا بقیت الله العظم روی فدا و سلام و درود بر شما سده سن آقا، بر علی آقا،
و همه بچهای زحمت کش شب جیزانی امام حسین و همه بینندگان عزیز در سراسر عالم، به اصرار ما، یعنی هم من هم آسد و سنا آقا اینا، گفتیم این یکی دو شب رو هم علی آقا رو در خدمتش باشیم تا انشالله عمر باقی باشه، انشالله 40. اما یه مطلبی که من یه وقتی قبل از اینکه تجدید بنا بشه قبر محتشم کاشانی، یه سنگی داشت سردرش، سردر ورودی، که خیلی عجیب بود، مال مرحوم قصاب کاشانی که ایشون هم یکی از شعرهای زبردست شیره دست تو سبک سیاق هندی عجیب بود. این روزه پرفیز که جای علمس یا علمس، بی فاتحه زین روزه گذشتن ستم است. باید به ادب گذشت زین در قصا، این جای رفیع منزل محتشم است. من یه وقتی میگم، میگم تأثیر شعر که بزرگان فرمودن گاهی یه بیت شعر به اندازه یه کتاب یا به اندازه چند مجلس رو مستمع اثر میذاره. خدای من شاهد، علی آقا، آسد حسن آقا، هرگز نشده که از اونجا رد بشم، چون روزانه شاید گاهن 10 مرتبه 5 مرتبه من از اونجا رد میشم، هرگز نشده که از اونجا رد بشم و فاتحه نخونم. یعنی یاد این دو بیتی قصاب میفتم که آره محتشم، مرون محتشم هست. این شب هام که خب علی آقا امروز به من ایراد میکردن و وارد هم بود با حضور صد حسن آقا که سه تا از بندها رو دیشب خوندی، به یک بار تموم کردی. فضای شعر محتشم دائمیه، اما فضای این سه بند با حال دیشب میخوند که به حمد الله، به الله این چه بگم، حق محتشم رو ادا کردم. نه، در جایی که مقبل فرمود دیدم خاتم الانبیا تمام قد پا شد و عبای خودش رو بر دوش محتشم انداخت، من آسد حسن آقا از بعضی ها پیرها شنیدم که حتی موقع بیداری محتشم متوجه میشه عبا رو داره و با اون عبا دفن شده. حالا تا چه اندازه مستند باشه نمیدونم، ولی میگفتم. و اگر نباشد تا تو بیداری، خوابش هم لذت بیداری رو داره. همین، شما اگر در رویا یکی از حضرات معصومین علیهم السلام رو ببینید، چون فرمود تنها خوابی که به هیچ عنوان نمیشه گفت که خوابی هست که دست برده باشه توش شیطان، خواب حضرات معصومینه. یعنی اگر که معرفی کرد قطعا خودشه، یعنی اگر فرمود من حضرت حسینم قطعا خود حضرت حسینه، اگر خاتم الانبیا هستم قطعا خاتم الانبیا است. فلذا روح مرحوم محتشم، مرحوم مقبل، گرچه من عرض کردم قریب به 700 تا 12 بند علی آقا شعرها سرودن، ولی بحث محتشم جدای این حرف هاست، چون اول آخران با معصوم شروع شد. وقت رو خیلی نگیرم، باز هم علی آقا تا اینجا باشه میوندار علی آقاست، یعنی تا زمانی که انشالله باشن اینجا میوندارن، چون جوون خدایش، هم طبع جوون هم صدای جوون. معمولا وقتی میشینیم شعر بنویسیم با هم گاهن اعتراض میکنه، ولی خب بعدا میبینه که آره، اون فرمود که حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. البته هر دوتای اولی و آخری فایده نداره، پخته درسته. علی آقا الحمدلله قبل از سوختن خامی پخته شده به لطف حضرت رضا سلام الله علیه و حضرات معصوم. فلذا علی آقا بخونن انشالله
ما هم خدمتتون هستیم. یا علی مدد رو قبل از اینکه شما شروع بفرمایید، ان شاء الله فردا اون مراسم معروف و خاص بنی اسد در کربلای معلا که تشبیه و خدمت شما عرضم که تمثیلی از به خاک سپاری شهدای کربلا هست ان شاء الله برقراره، اما ان شاء الله به وقت به شما سلام خواهیم کرد و برنامه‌اش رو تقدیم شما خواهیم کرد. در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم فرمودن فقط همین دو بیت رو بخونم که اولین دو بیتیه که من حفظ کردم، نمیدونم مالکی هست. من چشم امید سوی مردم نکنم. خیلی ساده است، شاید بشه اشکالم گرفت، ولی حرف همیشه همینه. من چشم امید سوی مردم نکنم، جز نام تو آهنگ ترنم نکنم. عمریست طفیلی تو آقا شده ام، عمریست طفیلی تو آقا شده ام. آقا مددی که خیش را گم نکنم. افجعتی که آجا سرها فرمودن، گفتن خام بودم، پخته شدم، سوختم. حالا امشب نمیدونم چرا اینطوریه، گریه میکنی، ولی حرفات دلیه دیگه. حالا از امشب آیون، از دیشب دیگه شروع شد، از امشب روزا همه اینطوریه. شاید آروم بی صدا خیلی دیگه شوری نداره، ولی عشق زیادی داره، سوختن خاص خودشون. آدم تا وقتی عزیزش رو دفن نکرده میسوزه. وقتی عزیزش دفن شد میشینه میشه شمع، آب میشه، هی یادش میاد که چه اتفاقی افتاد، چی شد، میسوزه. البته برای امام حسین هنوز بدن دفن نشده، هنوز زیر آفتابه، تازه فردا امام سجاد باید بیاد. اما حال اینطوری میشه، دیدی فلانی چی کار میکرد، دیدی چی شد، دیدی چی شد. الان امشب اگه با چشم دلتون نگاه کنید پشت دروازه کوفه، هی رباب میگه کاش علی اصغرم بود، حضرت رقیه میگه کاش داداش علی اکبرم بود. امروز عجیب حاج اصغرها فرمودن، حالا توی این گفتن خام بودم، پخته شدم، سوختم. پختگیش خوبه؟ ما که نیستیم. نه، ما اصلا مردم به چشم آب نگاه هم کنن، لیک من از سراب پیش تو بی آب رو ترم. ولی افجعتی که همیشه این حرفا رو با هم داریم، فکر میکنم این شعر اینجا تازه پخته که بشی بسوزی ارزش پیدا میکنه. وقتی سوختی در خونه، خدا رحمت کنه، همینو بگم و شروع کنم، یاد کنم از آسد محمود کهربایی، آج از سرقا میشنسن، مشهدی ها میشنسن و ایران میشنسن. دو مرتبه ایشان تشرف خدمت امام زمان پیدا کردم که در یکی از تشرف روزه خان عجیب بود، دو تا روزه رو خیلی عجیب میخونم، نمیدونم نواراش رو. من خیلی پای خوندنش بودم، سید اولاد حضرت زهرا خدا رحمتش کنه، دو تا روزه رو خیلی عجیب میخونه، که روزه حضرت رقیه، یکی روزه حضرت زهرا. که وقتی میخون واقع بود که دل سنگ آب شد، باید میگفتی خاموش محتشم که دل سنگ آب شد. عجیب وقت این رو بگم که حالا افتاد. ایشان یه باری که تشرف بوده و در نماز حضرت امام زمان علیه السلام بوده و صف چهارم میشیننش، حضرت بهش میگن بعد از نماز ظهر که سید محمود روزه مادر ما حضرت زهرا رو بخون. خب طبیعیه، ما الان اگه دو نفری نشسته باشیم یه شعر رو خب میخونیم، وقتی بیایم یه عالمی نشسته باشه هی دقت میکنیم که چه شعری بخونیم. میایم پشت این جایگاه میشینیم، اینجا که میشینیم نکنه یه حرفی بزنیم این طرف باشه محضر امام، که همه ما محضر امامیم دیگه، روبروی حضرت خدا چی بخونم، چی شعر بخونم. حضرت میفرماست محمد همون شعرهایی که تو روزه هاتون میخونی همونا رو بخون، ما دوست داریم که مجلس عجیب. وقت سید محمود خدا رحمتش کنه، فرزندانش هم الان همه از مدعای خوب مشهدن، آقا ناصر، حمید آقا. سید محمود هر وقت کسی خیلی گریهش مینداخت برای امام حسین، این جمله رو میگفت که دل منو سوزوندی،
برای حضرت زهرا. ایشالله هیچ وقت دلت تو دنیا جز برای حضرت زهرا و بچه های از زهرا نسوزه. سوختن فقط مال اهل بیت. وقتی بسوزی تازه راه میافتی. کاج اصغر آقا، آسد حسن، گریه کنای امام حسین رو سوزوندن، ایشالله خاکسترمون رو به باد بدن. ایشالله یه روزی بیاد به خاکستری که از خیمه های امام حسین بلند شد و یک ایشالله دیگه بگم دل میسوزه، ایشالله به خاکستری که دیشب تو تنور خولی به موهای ابی عبدالله حسین نشست و کاری کرد که رقیه صدا زد بابا تو پیر شدی یا موهات خاکستری شده. امشب به هممون نگاه کنم، به دلم افتاد، به دلم افتاد که آسد حسن یه سلامی از طرف امام حسین، از طرف استعبالفز، از طرف شهدای کربلا و عمه جانشون حضرت زینب کبرا بدن. هر سلامی که الان به ذهنتون اومد، منم این نفس سوختم رو ببخشید گرفته دیگه، حالا شده شبیه، شاید شبیه شده باشه به صدای بچه های امام حسین، این نفس سوخته رو بخرید. البته روزه اتم و اکملش رو حاجی از سراغا میخونن و یقین همه چیزی که دو دستشونه امشب همه همون آتیش میزنه. بسم الله آسد آسد چشم سبول عبد شما صلی الله علیک یا مولاتی صلی الله علیک یا اخت الحسین السلام علیک یا بنت علی المرتضی السلام عليك يا جبل السلام عليك العرب يا شريكة الحسين. اما شاید این عبارت عبارتیست که دل حسینم براش میلرزه. السلام علیکه یا ام المصائب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب هلا فرمان روای ملکی کجایی روز خانه سوگوارا به پای سفره اشکم پریشان بگو چون عمت محزون و نالوس. آخ با همین یه مصرع خیلی دلا تکون میخوره. الا ای ساربان آهسته تر را الله
مرات الا ای سار مون آهسته تران یا صاحب الزمان امروز تو این صحرا به ام جانت زینب چه گذشته آخ یا با عبدالله امروز چند تا کار کردن تو این سرزمین خیلی دل سوزون یکی اینی که همه بدنهای نحس خودشون رو تشریح کردن و دفع کردن اما ای بچه ها با حسرت به امه نگاه می کردن امه چرا بدن بابا بود رو زمین زیر آفتاب دومین کاری که کردن که خیلی عجیب حالا به وقت جسقره ها میگه یه وقت آهنگ رفتن زد زینبی که تو این سرزمین وقتی خواست بیاده بشه بنی هاشم زد کشیده بودن حالا دور تا دورش و لامحرم ها گرفتن ای ساره با من امشب آروم آروم میخونم مثل دیشب تو بلند بلند گریه کن در این جا آخ 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 در این جا میزبان پست و ناپاک کشانده هستیم را بر روی تنه اوریان او به مود سچا بخانه از سوز دل از چشم نمناک که دیده میهمان با جسم اوریان علا ای ساربان آهسته تران علا ای ساربان آهسته تران همه میگن همه میگن علا ای از این جا داغاب بر سینه دارم زاربان تو نصف روز 18 تا بهرم هم و سر بریده به 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 آب شید نصف شب از اینجا داغان بر سینه دارم ز کف رفته همه دار و مدارم حسین یه لحظه دوری حسین رو باور نداشتم آه ناله داره حسینم را در اینجا
فاصله او ره سپارم چجوری ربم با دست بسته اشک ریزان علا احسان با بگو و بمیر با این جن علا احسار با آهستر یا صاحب از زبال از جما عوض بگم ساربان آروم بگم یه بند رو باید آروم رو با جسر حقم میده های ندیده قلب خون مادرش را دیگه روزهاش دیروز اینا خوندیم فقط میگم و رد میشم کشیده زجر آور خنجرش را خودم دیدم بریده از قفا ظالم سرش را مگه یادم میره گم داداش حسین تازه فهمیدم کابوس یعنی چی تازه فهمیدم اینی که داداش حسین از قاب میپرید و میگم نزل یعنی چی یه لحظه که چشما هم رو میبندم میبینم بالا تلیز دادم مگه یادم میره لیزه دار با لیزه میزد جمجیر دار با جمجیر میزد آخ بریده از قفا ظالم سرش را ساربان چه بیرحمان حالا خواهرش را زند با تازیان شاد و خندان علام دفنش میگوند سید اول مردمیان فاتحه میخونن میگن آیون برن عقب میخوان عزیزانش بیان سر به قبرش بگذارن همه سرارو پایین میندازن وقتی هم بیتاب میشن میگن چند تا محرم بیاد با احترام میره و غلاشون رو بگیره امروز از دستی هم به جهان شبار از قتلگاه رد گردن و چشمش افتاد خودش از داغ رو بدل دادن چه خبره بارک الله ای با آی 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 آخ چجوری هم جونتون رو جدا کردن فقط همینو میگم زند با تازیانه یه وقت صدا زد سکینه به بلند جو بریم رجال آدر علمی شاید برای خیلی ها سوال بشه تو گفتی اول مرد ها فاتحه میخونن بعد محارمشون رو میگن بیان زنها رو بیان جا مردی که نبود کی اول زیارت میگن همونا که با نیزه اومده بودن همونا آخ 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 آخ
چرخ زده با خلدش بر دل شراره. دیگه چی جور زده؟ زده سلگ جفا بر جسم پار، زده بر دی سر با ستاره، ای وای ای وای، زده بر دی سر ما ستاره، زده سینی و برده گوشواره. تنه آخ ببین خونین و زخمی، گوش دل همه یه بندای جر با دل بازی میگنه، میدونم خیلی یاد دارن بزنشم آب میشن، با یه بندش با دل بازی نمیگنه، با جیگر بازی میگنه. آخ سارم همه سر در گریبان، سر در گریبان یعنی دستشونو میذارن زانو ها در گرفته، خدا رو چیکار کنیم؟ مجرا را از سرمون بردن، همه سر در گریبان سوگوار. آخ 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 خدا ساره بار توان راه رفتن هم نداره، دیدت توی زهر آجی شبی من جهار و تا زرده بود دل مردم. ای ببین از من آقای عجب قشنگ امشب داری گریه میکنی غریبونه. همه با من بخونی، با من بخونی، همه عالم بگن همه سر در گریبان سوگوان توان گریه نکنی. ببین میتونی به پا آبله ها باران میشوارم، به پا آبله ها باران میشوارم. یا ابا عبدالله بروی ناگه اونم کیا کسایی که دخترای فاطمن، فاطمه ای که نست روایت میفرما همرا اون انسیه از برگ گل لطیف در و نازک درن، نسیم باد رخشون رو کبود میگن، امان از خار مغیلا بروی توضیح جای داغدنش با شماست، شطور گریان بر این ناق سواران. الان
شطر از دیده هایش اش میری. ای وای ای وای. خیلی سال گفتم ولی دیروز یکی بهم گفت به قمر بنی هاشم خودم دیدم. گفت تعزیه بود تازه، شطر آورده بودن برای تعزیه. گفت دیدم شطر راهی کچ کچ میره. گفت رفتم جلو دیدم اون شنان مثل ابر داره این حیوان گریه میکنه که راه داره گم میکنه. گفت خودم دیدم به چشمم این حیوان داره اش میریزه. حالا علی آقا گفت وقتی شطورا رو آوردن هر چی شطور لنگ رو پیدا کرده بودن آورده بودن عمدن تعمدن که بچه های حضرت حسین رو تو راه به زمین زنن. ناموس خدا رو تو راه اینا زمین بزنن. اما حضرت زینب سلام الله علیها دید شطور اولی که جلوه پیش قراوله حرکت کرد، یکی یکی سر در گوش شطورا میذاره میره جلو. بعد خدمت امام زین العابدین فرمود یادگار داداشم ایمون دیگه از جونه ما چی میخوام. فرمود امه جان شطور اولیه خیلی شطور نجیبی. امه در گوشم شطورای یکی یکی سر داشت تو را هرچی شما رو زدن نم نشه یه وقتی بچه ها رو زمین بزنید. اینا یتیمه ای وای اینا یادگارای حسینه. اما یه تیکم که نشنیدید آسد حسن آقا فرمود نگاه کردم وقتی عمه سادات همه رو سوار کرد در رقای عریان آخرالم نوبت خودش رسید و خواهرش کمک کرد خواهر رو نشان بر مرتبه این نگاه این طرف اون طرف میکنه محرمی نیست کمکش کنه. گفت شطوری که عمه سادات باید سوار میشد بر اون داره گریه میکنه. تا اونجای که جا داشت خودش رو کج کرد. ای وای ای وای الهی ببینم برادر یه حرفم زده بی بی یه نگاه کرد طرف نهر ارغمه های غیرت الله ببین خوار زینب تنها بابا خاموش کنه خودش جلو میرم شما و داداش هزنم گلارم بودی نه یه نظر همه داره میره خواهر حسنین داره میره من زینبیم که 30 سال هم زایت را سایم و به دیوار ندیده. حالا بیای ببینید به گرد من همه نامهرمان شده گریان من خوار ما
مغیلا علا نگاه میرفت باز بر میگرد نگاه میگرد ایشالا بیاد گربلات روز آخری که دارید میرید یه نمه یه درد از اون داغ و میفهمید هی دوز قدم میرید بر میگردید به گمت نگاه میگلید میگید حسن لگل دیگر نمیدمه از یه طرف دل زینب پیش و بچه های که زبان لاغا یا ماشالله از یه طرف حسینش رو زمین افتاده جل شد هی داره میاد هی داره میاد دو سه قدم اومد درگشت الهی بی کمل خدا نگهدار همه میگن همه میگن الهی بی کمل خدا نگهدار داداش شدی صد بار زل خدا نگهدار توی دور از بدن خدا نگهدار رب یه دفعه برگشت گفت بلم زینبم بلم بیچاره من خدا نگهدار شدم در به در کوه و بیا دشت و بیا با الا ای ظالمان آهل زمان یه بلده دیگه بلده بونم به خدا در دلم می سوزه گر گرفتم یا ابا عبدالله خاک بزنم خاک بزنم خاک بزنم چقدر راحت دارم میگم زینب و در حل از کربلا میبرم ایوه ایوه همینجوری که داشت میرفت دیدی با یکی که آشنایی اینجا میگی حسین جان یادت نره ما عاشورا اومدیم اینایی که اومدن الان اینجوری هن الان اینایی که اومدن مردم اینجوری هن شما که میگه که اربعین یادمون نره حسین جان من اربعین بر میگردم نکنه بگی نه یا آخ قرار میذارن با هم دیگه قرار میذارن حسین جان اربعین میام اینجا پیاده میام قرار گذاشتنه گفت داداش شدم بر داغ اجرالت گرفتار ربم از بیش تو با چشم خوربار ربم از پیش تو با دیده تا آره داداش یادم نمیره وقتی خواستی بری برا جوولت هی دور از میگشتی گفتم چی شده گفتی چشم جار شده رگام و نمیمیله حسین جان بله بله چشم جار شده داداش یه بار دیگه آجستر که آتیش زد همینو بگه آخ تن زخمی دلی خونی تنی
زخمی دل خور پا پر از غار حسین رفتم یا باب الله برادر جان قرار بود به برادر جان قرار بود به عشق گرفته باشه یا از روی عطش زینب همه اینا رو دید آخرم از بیخ تو با دیده یزار سال زخمی دلی خون با پر از خار قرار بعد من برادر جان قرار من به بازار تسلای بده با سوز برا علا ای سار بار زدن علا ای سار بار آهست تغرر عشق فراق آخه چشم ترم را گرفته آیا زل عشق فراق خنجر کشیده غم جگرم را گرفته ایوان حسین جان از تو بگو چگونه خدا حافظی کنم بغض گلوی نوحگرم را گرفته است بانگ رحیل را به سرم داد میزنن بانگ رحیل را به سرم داد میزنن بد لشگری که همسفرم را گرفته ترسم که پای دختر تو له شود از این زنجیرها که پای حرم را گرفته ترسم که پای دختر تو له شود از این زنجیرها که پای حرم را گرفته است از خیمه های سوخته هر قد مانده است چادر که رفته روی سرم را گرفته تا چشم پاسبان وقارم ز حدقه رفت هر چشم هرزه دوروبرم را گرفته این بیتی که خودم خیلی دوست ندارم اینا رو خوندنشو ولی ناچارم نیزه ز نبش قبر کسی حرف میزن نیزه ز نبش قبر کسی حرف میزن ناله وجود شعله برم را گرفت آج از در نمیگه من بلیش میگلم امروز یکی از کارایی بود زرار جدا گلن عمر زد دستور داد هرکی هر زری و بری هرکی هرکی و گشت زرش رو بیاره یکی اومد زر علی اکبر رو جدا کرد یکی اومد چی گفت یا جسد یکی زر قاسم رو جدا کرد همه اومدن یه وقت دیدن یکی خشمگین داره میاد هر ملک که مدرک کتاب صحاب رحمت رو بخونی آخ امیر به من چیزی نرسیده گفت تو که سید خوبی داشتی گفت ها فهمیدم کجا رفت آخ یه وقت دیدن با یه دست بیل دارم هی با نیزه به زمین میزد پشت غیبه
الهی رباب ندیده باله یه وقتی دل یه گلدام باله ایزه ابده سر نیزه مرا اوج میدهد ابده سر به نیزه مرا اوج میدهد حالا که کعب نیزه پرم را گرفته است اینان که دور آینه دیوار میکشند از تازیانه ها چقدر کار میکشند ولی یه جمله که علی آقا شما فرمودید این خیلی شنیدن که حضرت زینب سلام الله علیها نشناخت جا داره بچه های حسین نشناسن این همین یه بیت که افتاداشم دیشب حالا که میخوام برم دیگه کمتر نگرانم چون دیشب میگفتم چی کار میکنی تو گودال دیشب کنار پیکر پاکت چه ها گذر این خاک ها هنوز دهد بوی مادرم این خاک ها هنوز دهد بوی مادرم فقط یه جمله من بگم جزور گفت جتو را با هم دیگه قرار گذاشتن که آروم بره الارجی هم تا زیال خوردن یکی و زمین نزلن تا این حرف و زد همه گفتن آه رو غیه جیجو دا جزغن گه آخرش یکی و زمین زدن اون زمون بسته علی جان اگر زمین نزد رو بگه خوابش برد خسته شده بود دیگه ای وای خواب بود از شده رو بگذار زمین یا عبدالله مهر تو را به عالم امکان نمیدهم این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هرچه سر بر خاک بگذاریم و سجده شکر به جای بیاریم قدر کم است همانطوری که در قرآن داریم که نعمت ولایت بالاترین نعمت است که خداوند ما عنایت کرده قطعا گریه بر سید الشهدا از باب حسینی البقا هم مقام امامت و حفظ امامت داره و اون هم نعمت بسیار بزرگ و تام است التماس و التجای ما به درگاه خداوند متعال و به محضر بیبی دو عالم بر این است که اجازه دهند نام ما را در زمره عاشقان و گریه کنان حسین ابن علی علیه السلام بنویسند که حقا این مطلب را در این دنیا نخواهیم فهمید مگر این که پای در جهان دیگر گذاشته و یاوری حسین ببینیم از خداوند براتون بهترین ها رو میخوام و در رأس حاجت هامون فرج حضرت حجت ابن الحسن تا برنامه بعد و سفره اشک دیگر یا علی